سلام، سراغ وسترن حماسی اومدیم که بدون شلیک حتی یک گلوله شما را 3 ساعت و 20 دقیقه پای خودش مینشونه. امیدوارم تماشای این ویدیو براتون مفید و لذت بخش باشه. ممنون میشم که با سابسکرایب، لایک و کامنت از صفحه حمایت کنین. قول بیشتر درباره چیه؟ شاید ابتدا بیشتر یه درام اجتماعی و خانوادگی به نظر بیاد. شاید هم ماجرایی درباره ظهور و سقوط آدم‌ها و نوکیسگی. حتی میتونه داستان پدری باشه که نتونسته مسیر خانواده رو به سمتی که دوست داره بکشونه. یا بیشتر درباره تأثیرات یک زن و مادر در پرورش نسلیه که بتونه در مقابل گذشته خودش قیام کنه و مسیر جدیدی رو برخلاف مسیر آبا و اجدادی برای خودش انتخاب کنه. You gentlemen date back 100,000 years. You ought to be wearing leopard skins and carrying clubs. اما در واقع فیلم اقتباسی موفق از رمان پرفروش ادنا فربره که بیشتر درباره ایستادگی مقابل نجات پرستیه. به تماشای یکی از وسترن های کلاسیک متفاوت تاریخ سینما خواهید نشست که برای 197 دقیقش فقط 72 صفحه دیالوگ نوشته شده بود. مسافری از غرب در ایستگاه قطاری در میون مزارع سرسبز مریلند پیاده میشه. او برای خرید اسبی سیاه این همه راه از تگزاس اومده، اما دختری که سوار اسبه در این میلیاردر 30 ساله رو میبره. اقامت یک شبه او در امارت لینتون به دلدادگی این دو منجر میشه. اگرچه از ابتدا زبون تند و تیز لسلی نشون میده چندان عروس مطیعی نخواهد بود. Leslie, you mustn't talk that way to a Texan. They feel very strongly about their state. Take it so hard. جردن علی‌رغم کار زیادی که داره و باید زود برگرده، اقامت خودش رو طولانی میکنه و در بازگشت به تگزاس عروس شرقی و لطیف خودش رو در واگنی اختصاصی به خونه آبا اجدادیش ریتا میبره تا او رو در غرب وحشی مک بزنه. طبیعتی خشک و بیابونی بی انتها. در ریتا اما استقبال به اون گرمی که لسلی انتظار داره پیش نمیره. خواهر بزرگتر جردن، لوز، زنیه که به نسبت خشم به نظر میرسه. او اداره امورات خونه و مزرعه رو بر عهده داره. همونجا جوون ریزنقشی هم نمایان میشه، پسرکی به نام جترین که علی‌رغم میل جردن و به خواسته لوز در دوران نبودن او همچنان در مزرعه مشغول به کار بوده. لسلی در مواجهه با آداب معاشرت و حال و هوای مردم تگزاس از یک سو و مناسبات داخل منزل از سوی دیگه زود میفهمه که باید با اون دخترک مریلندی وداع بکنه و خودش رو در کالبد یه دختر تگزاسی پیدا کنه. Eat it while it's hot. آغاز این تغییر از صبحونه ی سحرگاهی با همسرش و عزم صحرا کردن برای سرکشی به گله ها آغاز میشه. جدالی که گویا خون لوز رو هم به جوش آورده و او رو نیز به صحرا میکشه. در میونه روز به خواسته جردن، لسلی به همراه جت به خونه باز میگرده و لوز که میخواد خودش رو در کورس رقابت با او نبازه، قصد سواری گرفتن از اسب سیاه عروس بادهای جنگ میکنه. اسبی که به کسی جز لسلی سواری نمیده. همزمان لسلی و جت سر راهشون به یک روستای محلی با ساکنانی مکزیکی سر میزنن. او نوزادی رو در بستر مرگ پیدا میکنه و متوجه میشه برخلاف ثروتی که او و همسرش در اون قوطه ورن، ساکنان ریتا زندگی نکبتباری رو پشت سر میذارن و قصد میکنه برای کمک به اونها کاری انجام بده. اما در بازگشت به خونه ابتدا با اسب زخمی خودش مواجه میشه و بعد پزشک و اهالی خونه رو بر بالین لوز خواهر شوهرش میبینه که گویا از اسب به زمین افتاده.
لو در اثر ضربه مغزی جان میبازه، اما نوزاد با کمک پزشکان زنده میمونه. جت که گویا تنها حامی خودش در خونه رو از دست داده، قصد داره اونها رو ترک بکنه، اما متوجه میشه که لوز قطع زمینی برای او به ارث گذاشته. مرد جوان در برابر پیشنهاد جردن برای خرید این قطع زمین به دو برابر قیمت مقاومت میکنه تا شانس خودش رو برای تلاش در زمین به ارث مونده به آزمون بذاره. شانسی که در آستانه فرو رفتن در ناامیدی در خونش رو میزنه و با کشف چاه نفت در این زمین بایر از این جوون آسوپاس یه میلیاردر میسازه. به این ترتیب قول از چاه نفت سر برمیاره. آیا این قول خانواده بندیکت رو از سر راه برمی‌داره و پولدار نوکیسه برای خانواده‌های قدیمی محله مشکلی ایجاد می‌کنه؟ جردن تا کجا می‌تونه خطی مشی خودش رو ادامه بده و آیا پسرش به روشی که او می‌خواد رشد می‌کنه؟ تأثیرات تربیت مادر آیا تنها بر فرزندانه یا لسلی میتونه با مقاومت تغییراتی در همسر لجوجش هم ایجاد بکنه؟ مبارزات لسلی برای نقش آفرینی زنان و کمک به مهاجران مکزیکی در آخر به کجا میرسه؟ از زمان طولانی فیلم هیچ نترسین، چون انقدر قصه خوبی داره که به راحتی پا به پای قهرماناش تا پایان فیلم پیش میرین. قول با 9 نامزدی اسکار یکی از بهترین فیلم های سال 1955 به شمار میادش. اگرچه اون سال اقبال بیشتر با دور دنیا در 80 روز بود، اما جورج استیونز در پایان به جایزه اسکار رسید تا مزد زحماتش رو گرفته باشه. از بین 4 بازیگر اصلی 3 نامزد دریافت اسکار بودن: راک هاتسن، جیمز دین و مرسدس مک‌کمبریج. نخستین بازیگری که برای فیلم انتخاب شد راک هاتسن بود. استیونز از او خواست بین گریس کلی و الیزابت تیلور یکی رو به عنوان نقش مقابل خوش انتخاب بکنه و انتخاب او الیزابت تیلور بود، انتخابی که به یک دوست جاودان برای او بدل شد. اما انتخاب جیمز دین برای نقش جت چندان به مزاق هاتسون خوش نیومد. اونها چندان روابط خوبی با هم نداشتن و از سبک بازیگری هم خوششون نمیومد. گفته میشه با این حال هاتسون برای نزدیک شدن به بازیگر جوان گامهای برداشته بود، اما با مقاومت او رابطه تیره و تار موند. جیمز دین شخصیت یاغی خودش رو از سر صحنه شورش بیدلیل برای این فیلم آورده بود. او که هیچ فرصت استراحت پیدا نکرده بود، مستقیم از صحنه فیلمبرداری اون فیلم به نشست خبری قول اومد، اصلاح نکرده و آشفته و کمی تندخو. البته همه رو انداخت گردن خستگی راه. او که همزمان با آغاز فیلم برداری در یک آگهی تلویزیونی در خصوص مضرات سرعت بالا هشدار میداد به خاطر شرکت در یک مسابقه رانندگی در زمان آغاز پروژه، از سوی تهیه کننده مؤاخذه شد. بعد هم به خاطر رانندگی با سرعت زیاد در حوالی محل فیلم برداری ماشینش رو توقیف کردند. اما هیچ کدوم اینها بر این جوان 24 ساله تأثیری نداشت و یک هفته پس از پایان فیلمبرداری در یک سانحه رانندگی سوار بر پورشه 550 اسپایدر خودش جون سپرد تا یکی از تراژدی های زمانه خودش رو در تاریخ سینما ثبت کنه. او سر صحنه فیلمبرداری هم چندان مطیع نبود و حتی سر گریم سنگین برای جترین که 43 ساله مقاومت کرده بود. با تأخیرهای زیاد سر صحنه می اومد و پروژه خیلی به خاطر او به تأخیر افتاد. اما به هر حال این آخرین یادگاری از بازیگریه که تنها در 3 فیلم نقش آفرینی کرد و در 2 نامزد اسکار بود. الیزابت تیلور درخشش همیشگی خودش رو حفظ کرده.
او که روابط خوبی با دو بازیگر اصلی داشت، نوعی موازنه رو در صحنه و پشت صحنه برقرار کرده بود. اگرچه فیلم یکی از درخشان‌ترین بازی‌های او نیست، اما قطعاً حضورش مؤثر و خاطره‌انگیزه. مرسدس مک‌کمبریج هم با حضور نچندان طولانی در فیلم از پس نقش یک زن خشن و در عین حال اجتماعی تگزاسی در دهه 1920 به خوبی برآمده که او را تا نامزدی اسکار نقش مکمل زن هم پیش برد. این فیلم یک سنت قدیمی هالیوودی رو هم شکست. پیش از اون در فیلم هایی که قرار بود سن بازیگرا زیاد شه از بازیگرای مسن‌تر استفاده میکردن و سعی میکردن با گریم و استفاده از فیلتر جوونی اونها رو نشون بدن، اما در این فیلم پس از انتخاب بازیگرای جوانتر اونها رو برای میانسالی و پیری گریم کردن، طوری که در صحنه های پایانی فیلم به شکم و پاهای راکاتسن وزنهای آویزون میشه تا فرم بدن و مدل حرکتش با سنش جور در بیاد. اگرچه در اون زمان شایعاتی درباره روابط پنهانی الیزابت تیلور و دو بازیگر اصلی فیلم به گوش می رسید، اما حالا می دونیم که شایعات اصلا درست نبوده. راکاتسن یه جوری همجنسگرا بود و در اثر بیماری HIV درگذشت. مرگ الیزابت تیلور رو به راه اندازی یک خیریه در حمایت از بیماران مبتلا به ایدز هم مجاب کرد. البته رابطه او با جیمز دین هم چیزی جز معاشرت‌های ساده و دردل کردن‌های دو همکار نبوده. برای فیلم ابتدا بودجه 2 میلیون دلاری کنار گذاشته بودن، ولی در پایان 5 میلیون دلار براش هزینه شد که البته با فروش خیره کننده در گیشه نشون داد که به هزینه کردنش میارزیده. انتخاب چند سکانس از این فیلم خیلی سخته، اما با هم چند نمای به یاد موندنی رو ببینیم و این ولاگ رو به پایان برسونیم. بندیک جوون سوار بر ماشین آقای لینتون مشغول تماشای سوارکارایی که از مقابلشون میگذرن. اونجا نخستین ملاقات او با لسلی شکل میگیره. دیالوگ بین او و آقای لینتون در اینجا بامزه است. There he is. There's the stallion. That's Warwind. Beautiful. That's my daughter riding him, Leslie. Leslie's my daughter. She's riding him. Doctor, that sure is a beautiful animal. Yeah. لسلی تقریبا برای قهر اومده خونه پدرش و ناگهان سر کله جردن پیدا میشه، اونم درست سر خطبه ی عروسی خواهرش. Why, Mr. Benedict, this is a good surprise. The tutor of God. David, wilt thou have this God's ordinance in the holy estate of matrimony? I pronounce that they are man and wife. Ready to come back to your old beat-up cowhen. جسرینک میزبان عروس زیبای خانواده بندیکته. او دل به لسلی داده، اما این دل دادگی قرار نیست راه به جایی ببره. That's good enough for me. Any good-looking sisters back there might be interested in some poor people. Money isn't all, you know, Jeff. Not when you got it. امیدوارم تماشای این ویدیو براتون مفید و لذت بخش بوده باشه و توصیه میکنم بقیه پلیلیست سینمای کلاسیک رو از دست ندین.